درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینی هستم. روزهای چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. سپاسگزارم از آقای پارسا سوربی در اتاق فرمان که برنامه رو کارگردانی فنی میکنن و ضبط میکنن و میذارن یوتیوب و در مردم تیوی تکرار میکنن. برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون. ارزم به خدمتتون که من یک مقاله نوشتم. این مقاله رو حتما فرستادم برای تایپ که بشه با یه دونه عکسی که کنارش میذارم میرسم خدمت جناب پارسا سوربی و ایشون میذارم رو یوتیوب و شما عزیزان اگر علاقمند باشید میتونید اون رو بخونید. من بخشای از اون مقاله رو الان براتون توضیح میدم. وقتی من یه مقاله رو توضیح میدم باید توجه داشته باشید که چون من از اون مقاله نمیخونم پس بنابراین یه چیزای از مقاله اوتوماتیک از ذهن من میره، با بهش اشاره نمیشه و یه چیزایی اضافه اشاره میشه، یعنی یه چیزایی که اون تو نیست اینجا گفته میشه. پس این مطالبی که من خدمتتون میگم این یه مقاله نیست بلکه برداشتی از اون مقاله است و اسم مقاله فکر میگم بود راهی از خفت. ببینید ما وقتی یه نفر به دنیا میان اسمش رو براش انتخاب میکنن، ملیتش خود به خود انتخاب شده و دین و مذهبش هم از پدر و مادر بهش ارث میرسه. من که به دنیا آمدم اوتوماتیک معلوم شد که ایرانی هم، افتخار میکنم به ایرانی بودنم، اوتوماتیک اسم من شد پرویز مینویی. خب بد نیست، من بدم نمیاد از اسم خودم. اوتوماتیک مذهب من شد شیعه دوازده امامی و از این بابت من بسیار مقبولم. ضرر کردم، مذهب های خیلی بهتر از این بود، من چرا به این بسنده کردم، چرا اینه گرفتم؟ ببینید یه سری میرن باهایی میشن، اینا به میل خودشون به انتخاب خودشون هر دینی که دارن رها میکنن میرن باهایی میشن. یه سری اخیرا مد شده میرن مسیحی میشن، اینا هم به میل خودشون هر دینی که دارن معمولا همون شیعه هست رها میکنن میرن مسیحی میشن و اغلب از مسیحی چی نمیدونن، هیچ از این مسیحی نمیدونن، فقط به خاطر اینکه یه کلیسا داره و روزه یک شنبه داره و یه لباس شیک داره و میره اونجا و موزیکی هست اونجا، یک خانوم ها آقایون که اون بالا بایستدن که مثلا فرض کنه که کیشیش هستن یک تکونی میدن خودشون و یک چیزی اینجوری، پس بنابراین جلب این میشن که برن مسیحی بشن. من یادمه تقریبا 5-6-4 سال قبل از انقلاب بود ما رفتیم خونه یکی از دوستانمون مهمونی دعوت داشتیم. تو مهمونی آقایون یه مقدار خب لبی تر کردن و سرشون گرم شد، خانم ها نه این کار نکردم، تا یک خانم آقایی اومدن که همسایه اونا بودن اومدن تو وارد شدن خودشون معرفی کردن. اون گفت من هومر آبراهامیان هستم، اونم گفت من اسمم بلبله، خانمش بود بلبل خانم. این آقای هومر، همین آقای هومری که الان توی تلویزیون هستن و همه میشناسن چون تقریبا ایشون اون زمان البته خب در این کاران نبود و مشهور نبود، اون دو تا بطری شرابی را آوردن که خودشون درست کرده بودن. خب شراب که در ایران فروخته نمیشد ولی اونایی که غیر از اسلام دینی داشتن میتونستن تو خونهشون درست کنن ولی اگه مسلمان درست میکردن به درد نمیوردن. بنابراین آوردن و خانوام علاقمند شدن این شراب یه لبی تر کنن و گیلاس های شراب چرخید و یک کمی شنگول شدن. آقای بومر گفتش که اگر شما مجبور بشی دینتون عوض کنی چه دینی میگیرید؟ اغلب خانوام گفتن ما مسیحی میشیم و دلیلش همون گفتن کلیساست و قشنگ و روزای یک شنبه است و لباس شیک میپوشن و میرن اونجا و پوز میدن لباساشون رو به هم دیگه و اونجا پذیرایی میشن، موزیک داره و صندلی داره و میشینن و خوبه اونا. بعد من گفتم آقای هومر اگه شما مجبور بشید، شما آقای هومر مسیحی بود دیگه، مسیحی آشوری، گفتم آقای هومر شما اگه بخواید دینتون رو عوض کنید چه دینی رو انتخاب میکنید؟ گفتم من بخوام دینم عوض کنم زردشتی میشم. گفتم چرا زردشتی میشید؟ گفت برای که زرداشت اون دنیا به من میگه که من به تو تن سالم دادم، عقل خرد کافی دادم، ثروت دادم، آیا تو
خوب زندگی کردی، خوب شاد بودی، خوب رقصیدی، خوب شراب خوردی، خوب زندگی کردی. اگه من بگم نه گریه کردم میزن تو سرم، اگه بگم نه خوب بودم به من پاداش خوب میده. البته ایشون برداشت ایشون این بود، ولی ما ایرانی ها خب همه تون که میدونید دیگه، این که گفتنی نیست که همه تون میدونید که ما آقای وقتی که آقای اون محمد زنده بود، آقای محمد اصلا عقیده نداشت که به قلمرو ایران و روم حمله بشه، و گاهی هم صحبت حمله میشد به شدت جلوی این کار میگرم گفت نه. آقای محمد عقیده داشت که اسلام برای جزیرات العربه و در جای جای قرآن گفتش که من قرآن به زبان عربی آوردم که مردمان ام القرا منظورش مکه است و اطراف آن بفهمند و بترسند، و جای مختلف گفته از جمله در سوره ابراهیم آیه 4 میگه من آقای محمد از قول خدا میگه من برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از میان خدا آن قوم. پس بنابراین عقیده محمد با این حرفایی که از قول خدا گفته، میدونه همه قرآن آقای محمد از قول خدا گفته، خودش که یعنی خود خدا که این حرفا نگفته که خدایی بخواد بگه خب با خود ما میگه، اصلا خدایی بخواد بگه این تو میگه، خدا به مادر این تو گفته که آقا تو بچه تو مثل جون نگه دار، از جونت هم عزیزتر بدون، اگه خواهد میخواستی بخوری زمین نگران نباش که دست خود و پای خودت بشکنه، ولی بچه تو حفظ کن که اون چیزی نشه. این چیزی که به اینجا مادر گفته، اگه بخواد چیزی دیگه هم بگه اینطوری میگه. خب پس برای هر چی که آقای محمد گفته همه را از قول خودش گفته، یعنی از خودش گفته، از قول خدا، همه عقیده های خودش بوده. پس بنابراین چون محمد عقیده داشته، یعنی میترسید از روم و ایران، میترسید چون محمد رفته بود جنگ های ایران و روم رو دیده بود دیگه. یک سوره در قرآن هست به نام سوره روم، برید بخونید، بعد نیست بخونید ببینید که آقای محمد نظرش درباره ایرانی ها چی بوده. نوشته که در سرزمینی نزدیک ایرانی ها و رومی ها پیروز شدن، و باشد که در بار دیگر در جنگ دیگر رومی ها پیروز شوند و مسلمانان خوشحال شوند. یکی نیست برای یخه آقا محمد بگیره تکونش بده بگه مردی که چرا ایرانی ها شکست بخورن مسلمان ها خوشحال میشن، چرا؟ به تو چه ربطی داره؟ حالا میگم چه ربطی داره؟ ربطش اینه که خدیجه زن محمد، که خدیجه 40 سالش بود، محمد 25-26 سالش بود، با هم ازدواج کردن. ببینید یک بانوی 40 ساله امروز بسیار زیبا و خوشندام میتونه باشه. خانم صوفیا لورن نزدیک 80 سالشه، هنوز اندام زیبا و قیافه خوبی داره. اما در آن زمان، در 1400 سال قبل، در صحرای عربستان، در مسافرت روی شتر و اینا، در آفتاب سوزان، یک بانوی 40 ساله دیگه پیر بود، دیگه قیافه و چیزی نداشت، ولذا آقای محمد فقط به پول خدیجه علاقمند بود، نه به خود خدیجه. و خدیجه کارگزار رومی ها بود. حالا کارگزار رومی ها بود یعنی چی؟ یعنی چون آقای خسرو پرویز و پادشاهان روم، امپراتوران روم، هر دو طرف کله خر بودن، برای که 26 سال به خاطر هیچ جنگیدن، تمام خزانه خودشون به باد دادن، تمام سردارای سپاه رو از دست دادن، تمام سربازای وردیده رو از دست دادن، و وقتی که در زمان عمر حمله شد به ایران و روم، از اون ارتش چیزی باقی نمانده بود. حالا وارد اون قضیه نمیشه. وقتی که جنگ بود، اون راه ابریشم بسته شده بود دیگه. راه ابریشم یعنی راهی بود که از اروپا میامدن از طریق ایران میرفتن به چین و کاروان هند و کالا مبادله میکنن و برمیگشن. کاروان ها میرفتن، جنس میبردن، برمیگشن، جنس های دیگر رو با خودشون میابردن. وقتی که جنگه و
وقتی که روم و ایران در حال جنگن کاروان که نمیتونه وسط سربازه که داره مبدعی میکنن که برکه. پس بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن در کنار دریای سرخ در ضلع غربی جزیره العرب یه جاده از شمال یعنی هم مدیترانه باز کردن، اومدن به طرف جنوب، اومدن جنوب تا رسیدن به از دریای سرخ خوبو کردن، چون دریای سرخ برای کشتی‌های بزرگ مناسب نبود، اومدن جنوب جزیره العرب کنار بخشی از اقیانوس هند، اونجا کالاها رو میدادن به کشتی. پس بار شطور از اروپا میامد از طریق ضلع غربی جزیره عرب از کنار دریای سرخ میامد تا میرسید به دریای عرب و اقیانوس هند، اونجا این بارها رو میدادن به کشتی و بارهایی که کشتی ها از چین و هند آورده بودن اونا رو وقت میگرفتن، سوار کاروان شطور بار میکردن میرفتن به طرف شمال تا بدن به رومی ها هندی ها. اینا پیمانکاران روم بودن. خب پیمانکاران روم یعنی از روم حقوق میگرفتن دیگه. خدیجه یک زن ثروتمندی بود که بسیار شطور و اینها داشت، میگن شطورای تنها شطورای خدیجه بیش از شطورای مجموع دیگر کارماندارها بوده، مثلا 1000 تا شطور داشته. خب اول عموی پیغمبر رفت برای خدیجه کار کرد و بعد به پیغمبر به برادرزاده گفت برادرزاده گشنه ایم، بیا اینجا کار کن. و رفت اونجا کار کرد. بعد آقای محمد با خدیجه آشنا شد و به قول معروف دل خدیجه رو به دست آورد و باهاش ازدواج کرد. خب طبیعی است که آقای محمد باید بگه که در سوره روم باید بگه که ایرانی ها رومی ها رو شکست دادن، امیدواریم دفعه بعد رومی ها ایرانی ها رو شکست بدن و این باعث خوشحالی مسلمانان بشود. مسلمانان که نمیدونستن روم کیه نم ایران کیه که این محمد بود که کارمند خدیجه بود و شوهر خدیجه بود و کارمند نوکر رومیا بود، پول میگرفت انساشو میبرد و جیرخور روم بود. پس بنابراین آرزو میکنه که روم پیروز بشه، وگرنه خدا مثلا خداوند آرزو میکنه که این دفعه ایرانی ها پیروز شدن دفعه رومی ها پیروز بشن. خدای هر رو میدنه شما به حالتون جور در میاد خدای هم چه هر بگفت بشه. خب برگردیم به باز مقاله. ما ایرانی ها طبیعیست در زمان محمد به ما کاری نداشتن. در زمان ابوبکر وقتی آقای محمد مرد ابوبکر رو انتخاب کردم به خاطر که ابوبکر یار صمیمی محمد بود و محمد وقتی از مکه فرار میکرد مجله بیداری دوست عزیزم آقای سیاوش لشکری این سالو که سال مثلا 1395 میگه سال کوچی یعنی همون هجرت دیگه، این سال فراره. آقای محمد هجرت نکرد مکه به مدینه، که هجرت اونی که اسباباشو جمع کنه بار کنه بذار روی چارپایان و اینا از همه خداحافظی کنه و راهو بیفته باهای هجرت کردم من از این چهر رفتم. اما فرار یه چیز دیگه است، میخوان بکشنش، علی رو به جای خودش میخوابونه و خودش با ابوبکر فرار میکنه شبانه هم مکه میره به طرف مدینه. پس برمانید 1395 شمسی باید بگیم فراری شمسی نه اجری شمسی، برای که فرار کرد محمد و به نظر من باعث سرشکستگی حتی عرب هاست که سال فراره پیغمبرشون رو بزنن آغاز سال. و برای ما که خفت آوره که فرار محمد رو بزنیم، بلکه اصلا تأخیر کننده است. آخه در یک کشور دیگه یه نفر از یه دو فرار کرده یه شبی، ما اون شب فرار رو بزنیم آغاز تاریخ بود، میریم مثلا فرض کنیم که به یه امریکایی میگه تاریختون امسال چنده، میگیم 1395، میگه 95 کجا شروع شده، میگیم از وقتی محمد از مکه فرار کرد رفت مدینه. اگه روش بشه دستی بلند میکنه تنگ میده تو کله ما، میگه اقلا خواستی تولد چه آغاز سال میگیریم. حال بگذاریم وقتی آقای محمد مرد ابوبکر رو انتخاب کردن به خاطر اینکه یار یاور پیغمبر بود، وقت هر وقت هم پیغمبر مریض بود نمیتونست بره نماز بخونه میگفت آقای ابوبکر تو برو جای من نماز بخون در مسجد.
پس خیلی نزدیک بود که جانشینش میشد دیگه. اون انتخاب کردن به عنوان اولین خلیفه. بعدش هم آقا بعد آه اینو بگم که در زمان ابوبکر همه اونایی که آقای محمد به ضرب شمشیر اونا رو مسلمان کرده بود همه زدن زیرش. اینا هم گفتن گروه رده. رده یعنی رد کردن اسلام رو. دوباره آقای ابوبکر شروع کرد جنگیدن، یعنی همون قبیله هایی که آقای محمد رفته و باشون جنگیده بود و اونا رو شکست داده بود و مسلمان کرده بود، آقای ابوبکر رفت دوباره با همون قبیله ها، با همون روستاها، با همون شهرها دوباره جنگید، دوباره اونا رو شکست داد، دوباره به اسلام رو به زور بهشون چپوند. پس در زمان آقای محمد به ما کار نداشتن، در زمان ابوبکر هم به ما کار نداشتن، در زمان عمر آقای عمر دید در یک سری جنگاور هستن که در تمام 13 سال پیامبری آقای محمد در مدینه، آقای محمد 40 سالی که اومد پیغمبر شدن 63 سالگی مرد، پس 23 سال پیامبر بود به قول خودش، به ادعای خودش. این 23 سال 10 سالش توی مکه بود، 13 سالش توی مدینه بود. اون زمانی که تو مکه بود چون نیروی نداشت، یک مش کنیز و غلام بهش پیوسته بودن و کس آدم مهمی بهش نپیوسته بود، همش میگفت من ندا میدم، خدا به من گفته که من به شما پیام برسونم، اجرا شما بکنید یا نه، خدا به من گفته که من این آیه ها رو برای شما بخونم بخونم، و اگر شما عصبانی شدید نباید من ناراحت بشم، من همینطوری اگه خدا به من گفته که اگر شما به من بگید دیوانه، یعنی با محمد بگید دیوانه، محمد نباید ناراحت بشه. این همش آیه ها اینجوری بود و جمله داریم که لا اکراه فی دین، یعنی هیچ فشاری در دین نیست، زوری در دین نیست، هر کس هر دینی نمیخواد داشته باشه. این همه تو مکه بود چه زور نداشت. وقتی اومد تو مدینه زور داشت، زور پیدا کرد. چه زور پیدا کرد؟ میگم ازتون چه زور پیدا کرد. وقتی اومد مدینه یه سری هم یارانش اومد مدینه دیگه، از جمله عموش که حمزه بود پهلوان خوبای محمد بود، اونم اومد به مدینه. آقای حمزه رفت فلو آقا پیامبر گفت ای برادر زاده، ای محمد، این یارانی که اومدن تو مدینه اینا هیچی ندارن بخورن، اینا گرسنگی دارن میمیرن، اینا اگر مال اموال شطور و گوسفندی هم داشتن تو مکه مونده، اینجا هیچی ندارن. محمد گفت چیکار کنی؟ گویی چی غارت میکنی؟ همون کاری که همه عرب ها میکنن، غارت میکنی. محمد اجازه داد برن غارت کنن. بعد البته همینطور که اجازه نداد که، بلکه رفت داره به خدا آیا آورد دیگه، از آیا آورد که در جنگ هایی که می کنید شما با مثلا قذبه هایی که بیدید، قذبه یعنی حمله ناگهانی، حمله های ناگهانی که می کنید هرچی اموال به دستون اومد مال خودتونه، اگر زنانی رو گرفتید حتی شوهر داشتن میتونید ترتیبشون رو بدید، هیچ مشکلی نیست، یعنی میری جنگ میکنی، شمشیر داری، زور بیشتر فلانه، زن یارو رو برمیداری، آقا هم زنده است، بچه هاش هم زنده است، شما زنه رو برمیداری فرار میکنی، این زنه میتونی توسط را ترتیبش بدی، هیچ مشکلی نیست. در صراحت در قرآن میگه که زنا با زن شوهردار حرام است مگر اینکه غنیمت جنگی باشد. اما یه شرط هم گذاشت آقای محمد، گفت هر چی گیر آوردی غارت کردید همه مال خودتون، به شرطی که خمسش بدید به من. تمام آدم کشای جزیرات العرب از دور و نزدیک از همه جا به هم یه خبر دادن، گفت آقا ما تا حالا آدم کشی میکردیم، زن بچه مردم رو میدوزدیم، اموالشون رو میدوزدیم، تو به ما گفتن دزد و قاتل و ناجوان مرد و از این حرفا، حالا یکی اومده میگه که نه این کارا خوبه، حتی اگر هم وسط را کشته بشید میرید بهش، اونجا گویا و قلمان ها براتون موندن منتظر تونن، همه جمع شما میکنیم برید بلانی میرید میجنگیم میکشیم قارت میکنیم زن و بچه رو میگیریم مردا رو میکشیم یا مردا رو اسیر میکنیم، میریم همون مرد اسیر کردیم آوردیم همون زنش هم تحتیبشون میگیم.
خمسش رو میدیم به محمد ابن ادرکه. پس بنابراین جنرال تون عرب به این ترتیب هی با حمله های عرب های به صدا توخالی قبلا اینجوری داره قناعه می شدن. آقای عمر وقتی به خلیفه دوم شد دید اه یه سری شمشیر زن که تمام دوران آقای محمد در مدینه جنگ کردن و تمام دوران آقای ابوبکر جنگ کردن اینا اونجور جمع شدن. خب اینا به یه خشمشون بگیره از خلیفه یه دفعه میردن خلیفه رو میکشن دیگه. پس اینا صلاح نیست اینجا باشن. خب اینا رو بفرستیم. بفرستیم به چی؟ بفرستیم به جنگ ایران. وقتی قرار شد اینا رو بفرستن جنگ ایران به اون سعد بن ابی وقاص گفت اهل رده رو هم ببر، یعنی اونا که در زمان ابوبکر از اسلام دوباره خارج شدن دوباره با جنگ اومدن تو اونا رو هم ببر به جنگ، بلکه اونا این میموندن بدتر بود در یاقه اومد، میخواد همه این سربازهای جنگی برن خارج بشن از مدینه. آقای سعد بن ابی وقاص فقط بر قارت رفته بود، بعدها آقای عمر اینو حاکم کوفه کرد. مردم اومده بودن آقای اینی که حاکم کوفه کردی بودتون حاکم باید صبح پاشه بده نماز جماعت بخونه، با نمازی که میخونن نماز صبح حاکم میره توی این مسجد همه دورش پای میستن دنبالش پای میستن نماز رو به اون اقتدا میکنن. اصولا شرط پذیرفتن حاکم در اون زمان نماز خوندن پشت سرش بود، اینا پشتش نماز میخوندن. خبر دادن به آقای عمر، آقای عمر این سعد بن ابی وقاص بلد نیست نماز بخونه. من این رو که میگم از کتاب نشیبی دراز است در پیش فراز دوست دانشمندم آقای مهندس شاهین نشاط نمیشتن از اون تو اینا رو همه رو برسیم الان، یعنی ایتی که گفتم که گفتم سعد بن ابی وقاص از اون تو گفتم سعد بن ابی وقاص حاکمه یکی از شهرها یا بصره یا کوفه شد. بعد مردم شکایت کرده گفتن آقا این نماز بلد نیست بخونه. عمر دیگه مجبور شد خلش کرد گفت این همه رفتیم در برای ایران برای اسلام جنگیدی ایران رو شکست داد اینه یه نماز یاد نگرفتی بیا بخونی. عزلش کرد، البته عزلش کرد به کارهای دیگری گماشت دیگه. خب وقتی حمله کردن به ایران میدونید ایرانی ها فکر نکنید که همینطوری در یه جنگ شکست خوردن همه مسلمان شدن، نه، شهرهای ایران بارها و بارها و بارها قیام کردن دوباره، حاکمای عرب رو دوباره یا کشتن یا از شهر بیرون کردن. میدونید مثلا شهر استخر رو براتون مثال دادم، استخر فارس بزرگترین شهر فارس بود ولی اون استخر با خاک یکسان شد، در کنار اونجا یک شهر دیگری ساخته شد که امروز استخر نامیده میشه. بعد اون استخر رو 5 بار مردمش، یعنی یه بار اومد لشکر خلیفه اومد اونجا شکست داد مردم رو، یه سری رو کشت غارت کرد مردم مسلمان شدن. خب ارتش که اونجا نمیمونه مثلا فرق کنه 40,000 ارتش خلیفه به اینجا حمله کرده، ولی این 40,000 نفر میرن دیگه میرن جای دیگه دیگه، یه مثلا 50-60 نفر 100 نفر میمونن حاکم و ماموراش که اونجا اون شهر رو اداره کنن. این مردم استخ به اینا شوریدن، اینا رو بیرون کردن، یعنی وادار به فرار کردن. دوباره اینا خبر دادن که باقا اینا شوریدن دوباره اومدن. یکی از اینا که اومده بود قسم خورده بود که من از خون مردم آسیاب بچرخونم و نون نخورم مگر اینکه از خون مردم این شهر آسیاب شده باشه. اومدن آب آسیاب بزن، مردمان رو آوردن گروه گروه در نفر در نفر اونجا کشتن که خونشون بره آسیاب بچرخونه. خون دلمه شد، سخت شد، راه نیفتاد. بعد آب جوش آوردن، آبهای جوش و خون همینطوری که خون میریخ آب جوش هم میریختن که خون سفت نشه، بسته نشه و به این ترتیب بالاخره آسیا چرخید. یه مقدار گندم رو آرد کرد، نون پختن، آقا نون رو خورد. 5 بار این کار شد به طوری که شهر اصلا دیگه اصلا چیزی از شهر باقی نمون، نه اینکه فقط استخر اینطوری بود بلکه مازندران و گرگان بارها و بارها به قوای خلیفه شوریدن و در یکی از این بار هر دفعه دوباره از طرف خلیفه سپاه فرستاد. در یکی از این سپاه که آقای عمر فرستاد دوتا از فرمانده کل سپاه
سعید ابن عاص بود. خب سعید ابن عاص فرمانده کل ارتشه، این ارتش تعدادی سردار داره که این سردار هر کدوم تعدادی سرباز در اختیارشونه و دارن کار میکنن. وقتی خلیفه سپاه حمله میکنه مثلا اون فرمانده ارتش میگه این مثلا گروه این چهار گروه که مثلا چهار تا فرمانده داره بدن از ایمن حمله کنه، این چهار تا گروه بدن از ایمن حمله کنه، این چهار تا گروه بدن مثلا پشت حمله کنه، اینجوری دستور میدن. دو تا از این سردارا اسمشون یکی حسن بود برادر بزرگتر، یکی حسین بود برادر کوچکتر. این دوتا پسران آقای علی بودن و اینا انقدر از اون شهرهای مازندران و گرگان غنیمت جنگی و اسیر و اینا آوردن که کلی از اینجا پول بهم دادن وقتی برگشتن. و در استخر وقتی که آخرین سپاهیان کوفه برای پار پنجم مردم شکست دادن و کشتن، آقای علی به فرمانده سپاه گفت شما کوفیان به خوبی شوکت ایرانیان رو از بین بردید، آفرین بر شما. یعنی اونا آمده بودن ما رو خار کنن، ما رو خفیف کنن، اونا نیمده بودن ما رو مسلمون کنن، اونا آمده بودن ما رو خار خفیف کنن. اگر هم مسلمان می شدیم باز مسلمان غیر عرب با مسلمان عرب فرق داره، همیشه اون عربه برتر بود. برحال مسلمون شدن از زمان عمر شروع شد، از زمان عمر شروع شد که کم کم مردم از ترس شمشیر به اسلام گرویدن، از ترس شمشیر و جزیه. گفتن خب میخوای تو مثلا زردشتی بمونی اب نداره، ولی تو این باج که به فارسی قبلا میگفتن باج، عربا همین لغت رو گرفتن اسم میگفتن باج، در واقع مالیات یا تکس، اینه که همه مردم میدن شما یه چیز اضافه بدی به نام جزیه. این جزیه همون چیزی بود که آقای خسرو پرویز پایه گذاری کرده بود، چون اینقدر جنگ کرده بود، اینقدر خزانه نوشیروان رو به باد داده بود که پول لازم داشت. در نتیجه به غیر زردشتی ها گفت یه پولی باید بدی به نام گزیت، که این گزیت رو چون عربا گیه نداشتن گیه رو به جیه تبدیل کردن، چون جزیت و جزیه تبدیل شد، جزیه بدی. خب باشه من مثلا سالی فرض کنیم که $1,000 خراج میدم، $2,000 هم جزیه میدم، دیگه میتونم زردشتی باشم و من کار نداشته. نه، روزایی که بارونیه تو نباید بیه تو خیابون، چون تو ممکنه نجس باشی، مردم نجس کنه. آقای ناصر توکلی عزیز، درود بر شما. من توی برنامه مردم تیوی هستم، به شما زنگ میزنم. مرسی. میگفتن که خب تو درسته که هم باج میدی هم جزیه میدی، ولی روزای بارونی از خونه نیای بیرون، برای که تو نجسی، لباست خیس میشه، میخوره مردم نجس میشه. اگر سوار مثلا الاغ هستی وقتی میرسی به یک عرب باید بیای پایین و از پلو اون عرب که رد شدی اون وقت میتونی سوار بشی، نمیتونی سواره باشی از پلوی عرب پیاده رد بشی، اصلا نمیتونی سوار شی، فقط الاغ و قاطر رو اینا میتونی سوار شی. و بسیار اهانت های دیگری که تو ما تازه وقتی میرفتی جزیه رو بدی، بابا مردی که احمق، من آدم هم مالیات رو بدم هم جزیه، پس کردنی میزادم به اون طریقه از این خواهد جزیه بده، این آمده اون پول بده چند تا میدادم پس کردنش که تحقیر بشه. برحال ما به شمشیر عرب مسلمان شد، به شمشیر آقای عمر مسلمان شدیم. وقتی مسلمان شدیم چه مسلمانی شدیم؟ مسلمان سنی شدیم دیگه، اون موقع که شیعه نبود، که شیعه بعد از علی به وجود اومد. بعد سنی بودیم تا چند قرن بعد به وسیله خنجر
قزلباش های آقای شاه اسماعیل چیه شد؟ آقای شاه اسماعیل گفت باید اینا توی مقدمات نمازشون بگن اشهد ان علی ولی الله، یعنی من شهادت میدم علی بزرگتر خداست. مردم گفتن آقای شاه اسماعیل این نمازخوانان نمیان این حرف بردن، کی میاد بگه علی بزرگتر خداست ولی الله؟ شاه اسماعیل گفت من بین هر دو تا نمازگذار یه دونه قزلباش با خنجر میذارم، این قزلباش با خنجر میگه تو نماز نمیخواد بخونی، تو واقعا حواست به این در طرف راست و طرف چپ باشه. ببین اینا میگن اشهد ان علی ولی الله یا نمیگن؟ اگه نگفتن با خنجر بزنم توی قلبشون. پس ببینید خانم آقایون، ما با شمشیر آقای عمر سنی شدیم، با خنجر آقای شاه اسماعیل شیعه شدیم، هیچ کدوم به میل خودمون نگرفتیم که. آخه این دینه که به ما به زور دادن چقدر روش تعصب داریم؟ آیا این دین بهترین دین دنیاست که میگید در طور ماهینه باید بچوشیم؟ این بهترین دین دنیاست که همین الان همین یعنی همه امروز اون مفتی عربستان سعودی گفت ایرانی ها کافرن، برای که اینا چیزهایی در میارن صحبت میکنن که اصلا در اسلام نبوده. راست هم میگه، در اسلام نبوده، در اسلام امامزاده و زیارت نبوده. شما آدمایی که مسلمان هستید، اگر مسلمان باورمند هستید، اگر خدا و محمد و قرآن قبول دارید، روز 17 بار نماز میخونید، 17 بار به خدا میگید ایاک نعبدو، یعنی من به تو عبادت میکنم، ایاک یعنی به درستی که، نعبدو یعنی به تو عبادت میکنم، و ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی به درستی که من از تو استعانت، نستعین یعنی طلب استعانت کردن، طلب استعانت میکنم. یعنی شما روزی 17 بار به خدا میگین من به تو عبادت میکنم و از تو یاری میخواهم. اما وقتی من خلال عزتون باشید میگید یا عزت عباس، خانم آقا تو الان گفتی به خدا که من از تو یاری میخواهم به تو عبادت، الان چی میخواه پایشی میگه عزت عباس؟ عزت عباس کی بوده؟ چی کاره بوده؟ اسلام یک خدا داره، یک پیغمبر داره، یک قرآن، هیچ کس رو نداره. خلفای راشدین آدم هایی که از جانب خدا آمده باشن نیستن، از جانب مردم انتخاب شدن. این امام های ما همشون قلابی هست. خانم آقایون ببینید، آقای علی وقتی خلیفه شد، اصلا میدونه آقای علی چرا خلیفه شد؟ برای که مردم شورش کردن و حمله کردن به بیت المال. بیت المال یعنی خزائنی که مال بیت المال بود، مال این بود که خلیفه از اونجا حقوق میداد به کارهایی میکرد. حمله کردن بعد از مرگ عثمان، حمله کردن اونجا و اون اصلا اسلام دیگه داشت به میرم، یعنی اون مسلمانه که تا دیگه نماز نمون شمشیر گفتن بریم بدزدیم اینجا رو، یه بخشیش هم دزدیدن. مردم سران اسلام رفتن پلو آقای علی، دیدن هیچ کس حریف این شورش نمیشه، گفتن تو بیا خلیفه بشه. پیش گفتن تو بیا بر طبق کارهای محمد و بر طبق دستورات قرآن و بر طبق سنت اون خلیفه‌های قبلی خلافت کن. علی گفت ببین من بر طبق قرآن، بر طبق کار محمد قبول میکنم، ولی سنت اون خلیفه‌ها رو قبول ندارم. میدین از اینجا کلمه سنی و بعدش کلمه شیعه به دنیا اومد، یعنی اونایی که هرچی عمر کاری کرد منم همون کار رو کنم قبول ندارم، هرچی ابو بکر کرد همون کار رو کنم قبول ندارم. گفتم باشه قبول، یه خلیفه بشو. بعد اومد جنگید با اون شورشی ها جنگید، بعد اومد سخنرانی کرد، گفت هر کسی این مالا دزدیده حتی اگر مهر زنش کرده، یعنی به زنش داده، به نامزدش این جواهر رو داده تا باید شهرش کنه، من اونو میگیرم ازش، همه رو باید به خزانه پس برید. و این ترجمه بعد حالا آقای معاویه که حاکم شام بود قبول نکرد،
همه قبول کردن، ماویه قبول نکرد. آقای علی نامه نوشت، نامهش توی نهج البلاغه است. نهج البلاغه کتاب نوشته های آقای علیه و یه بخشی داره به نام نامه ها. من نهج البلاغه رو در ایران به فارسی خوندم، الان اینجا ندارم که بگم به شما صفحه فلان خط فلان. نهج البلاغه اگه ببینید در قسمت نامه ها مشخص نامه به معاویه، نامه معاویه رو بیارید بخونید، آقای علی به معاویه میگه که همونطوری که بعد از مرگ محمد اومدن نشستن بزرگان اسلام، ابوبکر، بعدش عمر، بعد عثمان انتخاب کردن و همه از اینا پیروی کردن، حالا بزرگان اسلام من انتخاب کردن، تو باید از من پیروی کنی. یعنی آقای علی نمیگه من جانم خدا، میگه این بزرگان من انتخاب کردن، پس تو باید از من اطاعت کنی. ما که جنگ میشه، جنگ که میشه، قوای علی در حال پیروزی بوده، معاویه حق بازی میکنه، وزیر داشته بنام امرآس، هم سردار خوبی بوده هم هیلگر خوبی بوده. امرآس میگه قرآن ها رو سر نهیده کنن، سپاه معاویه که در حال شکست بودن قرآن ها رو میبرن سر نهیده. یاران علی میگن چه کنیم؟ علی میگه حمله کنیم، اینا کلک، اینا هیله. میگن این قرآن دستش، من چجوری بهش حمله کنم؟ جنگ وای میسه، این طرف این جنگ رو کنار میدارم. میان میگن از طریق حکمیت انتخاب کنیم. حکمیت یعنی دو نفر میفرستیم برن یه دو میشنن صحبت کنن، یا این اونو قانع کنه یا اونو قانع کنه، برحال قانع کنه که کی خلیفه باشه کی بره کنار. ابو موسی اشعری که از سردارهای بزرگ اسلام بود از طرف علی رفت اونجا، همین امرآس هم که اونم سردار بزرگی بود از طرف معاویه رفت. منتها امرآس حالا شرحش طولانی، گل زد ابو موسی اشعری رو، گفت تو بیا بگو من این انگشتری که در میارم یعنی علی رو خل میکنم، و من میرم میگم این انگشتری که میکنم ابو موسی اشعری رو خلیفه میکنم. این تفلکی اومد گفت من اخر میکنم، اونم گفت من معاویه رو خلیفه میکنم. خب حکمیت به نفع معاویه شد دیگه. آقای علی گفت خب دیگه حکمیت کردیم به نفع معاویه شد، من میرم کنار دیگه. یارانش گفتن نه، باید دوباره به جنگی. دوباره شروع کردن به جنگیدن. بالاخره هیچ کدوم پیروز نشدن و رفتن سراغ خود شد. یعنی یه سری مردم، یه سری از مسلمان ها وسط اومده با من چه از روی خودتون گوشتن خوارج. گفتن آقا شما هم دیگر میکشید، مسلمان مسلمان رو میکشه، ما از بینتون خارج شدیم، ما شما اگه جنگ کنید شما رو میکشید. بعد رفتن تا آقای علی ضربت خورد و از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت آقای معاویه به اومد به حسن، میدونید همه مقام ها به پسر بزرگتر میرسه دیگه، یعنی اگه آقای علی هر مقامی داشت به پسر بزرگترش میرسید. اومد به پسر بزرگتر گفت آقای حسن این خلافتتون سهمتون میخریم از شما، یه پولی دادن خریدم. حالا مثلا برای تو مثال میدارم، گفتن مثلا فرض کنید 5 میلیون دلار به جلو میدین، سالی هم 1 میلیون دلار خراج فلان شهر و فلان شهر بیاد برای تو. حسن قبول کرد. گفتن آقا ما میریم رو منبرا بر علیه علی هم حرف میزنم. گفت اب نداره. پول رو گرفت رفت حال کرد، زنگ گرفت، هرچی دختر خوشکله هرجا بود این میگرفت، شراب میخورد، عشق میکرد، تا اینکه مرد. وقتی مرد آقای حسین گفت نه من سهم پدریم چی شد؟ گفت بابا فروخ رفت جنگ. حالا بگذارید برگردیم به این کار. اسلام انسان رو کوچک، حقیر، خار و ذلیل بار میاره. شما در بارها و بارها در قرآن، چرا 10 بار، از جمله در سوره ابراهیم آیه 4، سوره ابراهیم آیه 4 میگه که خدا هر که بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر که نخواد به راه راست هدایت نمیکنه. در اسلام و در شیعه به ما هم بچگی گفتن هر چی این دنیا سختی بکشه به نفعشه، چون اون دنیا سود میکنه، اون دنیا پاداش خوب میبینه. مردمی که در روستا آزادی میکردن وقتی
پول نداشتن، محصول نیامده بود، نمیذاشتن روستا رو ول کنن برن. برای که آخونده بهشون گفته که شما هرچی امسال سختی کشیدید به نفعتونه، چون اون دنیا به سودتون خواهد بود. هرچی اینجا گندم دستتون در رفته صد برابرش اون دنیا بهتون میدن. اگه بچهتون اینجا گرسنگی مرد اون دنیا براتون خوب میشه. مردم باور میکردن، این گول میخوردن، هی گریه میکردن که خدای اون دنیای ما رو خوب کن. شما اگر مسلمان باورمندی باشید، روزی هفته رکعت نماز میخونید، تو هر رکعتش میگید خدایا ما را به راه انعمت علیهم بفرست، اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، خدایا ما را به راهی که به اونایی که دوست داشتی بفرست، به راهی بفرست که اونایی که دوست داشتی به اون راه فرستادی، به راهی که اونایی که غضب کردی فرستادی نفرستی ها. یعنی ملاک خوبی کار من نیست، ملاک کوشش من نیست، ملاک مسلمون بودن من نیست، ملاک آدم خوب بودن من نیست. ملاک اینه که خدا دوست داشته باشه به من نعمت بده، دوست نداشته باشه به من غضب کنه، من رو به راه بد بفرسته. پس هر روز میفتده به خدا یا ما رو به راه ادب داله بفرسته مخبوله نفرسته. یعنی اسلام دین گریه، دین زاری، دین بدبختیه. زردوش چه دینیه؟ زردوش میگه آبادسازی. خانم آقایم، هیچ پیامبری، چه پیامبرای آسیایی، چه پیامبرای ایرانی، چه پیامبرای ابراهیمی، هیچ کدوم نیومده بگه آبادسازی. هیچ کدوم نگفته داد. داد یعنی عدالت. یعنی تو وقتی اینجوری پیروز شدی هم نداری مردم اونجا رو برده کنی، هم نداری اونا رو بفرستی جلوی شیرهای گرسنه مسیحی ها رو که دینشون با تو فرقه داری بفرستی پارا پارا کنن، هم نداری برده ها رو بتون هم بندازی بگی گلادیاتور هستن تا هم دیگر بگوشن تو کیف کنی. بلکه اصلا برده نمیگرفتی ما ایرانی ها، بلکه برده ها رو آزاد میکردیم. پس بنابراین زردوش دین آبادسازی، داد، دهشمندی، شادزیستی و جنگ با بریان، یعنی جنگ هم توش داره. یعنی خدای زردشت به من نمیگه تو بی خودی، تو کاری نیستی، نمیگه من هر کی بخوام به راه خوب بفرستم، هر کی نخوام نمیفرستم. میگه تو آدمی، تو مهمی، تو بیا در کنار من بریم به جنگ بریان، تو آبادسازی کن، تو عدالت کن، تو دهشمندی کن، بخشش کن، تو شادزیستی کن، خوش باش، خوبی زندگی کن. دین شیعه گریه، آقای خمینی گفت همه ما از گریه سید شهدا داریم، این افتخار از گریه های سید شهدا داریم، برای سید شهدا گریه کنیم. یک آقایش به نام جمالزاده یه زمان ایران چهار تا نویسنده خیلی مشهور داشت که از چهار تاشون واقعا نویسنده های سرآمدی بودن، یکی صادق هدایت بود، یکی جمالزاده بود، یکی محمد حجازی بود، یکی هم فکرم دشتی بود دیگه، اینا حالا بودن دیگه. برحال آقای جمالزاده کتابی داره به نام صحرای محشر. یه دونه ارمنی که مشروب فروشی داشته، اون توی خون توی مغازش هم این دختره بودن که سرو میکردن، گاهی وقتا میرفتن تای مغازه حالم میکردن، بعدم گاهی وقتا تریاک و اینا هم اونجا بوده. این اون دنیا محاکمش میکنن، میگن تو راهی بهشتی. این میگه بابا مگه نمیگید بهشت مال شیعه هاست؟ میگن چرا؟ میگه من ارمنی هم، من شیعه نیستم، من مسیحیم. من نمیگید عرق حرامه، من عرق فروشی داشتم. مگه نمیگید با دخترها بودن حرام؟ من دخترها رو میدادم مرگ حال میکنم بایشون. مگه نمیگید تریاک؟ البته تریاک رو اونا خودشون میکشن، تریاک حالا بدش کن. میگه من اینجور آدم بودم، چطوری باید برم بهش؟ میگن ها تو نامه اعمالت خوندیم یک شب تو آتیش نداشتی تو خونه، رفتی از خونه همسایه مقدار آتیش بگیری،
وقتی رفته اونجا آتیش بگیری، اونجا داشتن برای مامازه قضا میپختن. وقتی تو رفتی آتیش بگیری، یه دود رفت تو چشه، چشه تو عشق دار شد. تو چیز هستی؟ بهشتی هستی. آقای سید محمود طالقانی، آیت الله طالقانی، یک چیزی داشت. من از هیچ وقت ایشون حضوری نیدیدم، ولی چون فامیل مادر من بود، کار وقتا رفت آمد داشتن و من از حرفایشون رو برای من نقل قول میکردم. میگن که یک حدیثی هست در شیعه که معنیش میشه اگر تو برای امام حسین گریه کنی و خودتو یا خودتو به گریه زدن بزنی، یعنی گریه نکنی یا این تو بهش میگی. پس اون حدیث اینجوری میشه که من بکا، یعنی گریه کردن، آمون بکا. این آقا طالقانی میگفت این حدیثی که من بکا تو بکا، اینه من قبول ندارم. یعنی اینکه گریه کنی میری بهش، حالا خودم به گریه زدم بری بهش، این چیز غیر منطقیه، من اینو قبول ندارم. برای اینجور ببینید خانم آقای، ما با زرگشتی بودن 1200 سال زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، در جمع 1200 سال حاکم نیمی از دنیا بودیم، حاکم بزرگوار بودیم. یعنی حاکم اون نیمه دیگه کی بود؟ یه زمان یونان بود و روم جاشی گرفت. چه یونانی ها چه رومی ها مردم رو میگرفتن، سرزمین ها رو میگرفتن، شلاق میدنن، صاحب زمین رو، مالک زمین رو شلاق میدنن، یه روی زمین کار کن. گفت این زمین مال خودمه، شلاق میدنن، گفت این زمین مال تو بود، الان دیگه مال تو نیست، مال ماست و تو باید اینجا کار کنی، وگرنه شلاق میخوری. کار کن، قضا بهت میدی. ما این کار رو نمی کردیم. ما در تمام دوره سرنوشته هایی که از زمان هخامنشی هست، از زمان اشکانی هست، از زمان ساسانی هست، همه جا نوشته شد که به کارگرها پول می دادیم. ما در اون 1200 سال با بزرگواری زندگی کردیم، در دنیا با احترام بودیم. در این 1400 سالی که اسلام اومده در بر ما، در این 1400 سال تنها یک سلسله طولانی داشتیم، اونم صفویه بوده. اونم صفویه خودشونو درویش و قطب و رهبر مذهبی میدونستن، نه که پادشاه معمولی. وگرنه پادشاهان بودن، نادر پادشاه بزرگی بود. میدونید نصف نفرت انگلیسی ها از ما به خاطر نادره. میگن نادر از این طرف رفت عثمانی ها رو شکست داد، از اون طرف رفت هند رو گرفت، از اون طرف رفت ازبک ها و اینا رو همه رو شکست داد. یعنی از شمال و شرق و غرب رفت همه رو شکست داد. یعنی این ناپلئون شکست خورد که این آقای بزرگ دنیا است. عثمانی ها تا بلژیک تو اروپا پیش رفتن، تمام کشورهای عربی، یعنی مثلا فرض کنیم که عربستان سعودی، کویت، دبی، نمیدونم عراق، لیبی، سوریه، الجزایر، تونس، همه جزء سرزمین های عثمانی بودن. تنها ایران بود که زیرا با این بار نرفت. ایران نه زبان عربی رو پذیرفت، نه حکومت عثمانی رو پذیرفت. 600 سال عثمانی ها به این عرب ها حکومت میکردن. نادر اومد از این بر عثمانی ها رو شکست داد. عثمانی هایی که کشور اروپایی با هم 3-4-5 جمع میشدن، حرف اینا نبودن، اینا رو شکست داد. از اون رفت هندوستان رو گرفت، از اون رفت ازبک ها رو بالا شکست داد و همه شون رو داغون کرد. خب همین صدام حسین گفته بود که من نگرانم که از ایران یک نادر دیگه ای بیاد و بگه عراق مال ماست و میخوام ایران ابی بره. انگلیسی ها تمام برنامه های بی بی سی قبل از انقلاب، من به همه دوستان میگفتم بابا اگر این بی بی سی میگه شما امشب برید، فردا شب برید خیابون شهباز، کوچه ای نمیدونم مثلا دو تفلان، مسجد فلان، آیت الله و عظمای علامه نمیدونم نوری اونجا صحبت میکنه، با ما حتی از اسم همش کسی نشیدیم. این چه آیت الله و عظماست
تو باشم شنش اونجا میگفتم من به همه بودم اگر بی بی سی میگه بدید اونجا گوش بدید ما نباید بریم گوش بدیم، بلکه بی بی سی خوبی ما رو نمیخواد بدی ما رو میخواد، پس این میگه برو اونجا ما نباید بریم اونجا. منتها دیگه باید میدونیم دیگه همه دنیا با هم متحد شدن که ما رو عبیل ببرن. یه کتابی چاپ شده اخیراً سقوط بهشت، در باره سقوط ایرانه. ببینیم ما شاهمون نیفتاد، ما هممون افتادیم، ما صنعتمون از بین رفت، ما کشاورزیمون از بین رفت، ما اون آقاییمون در کشور خودمون از بین رفت. مردای ایران دو شیفت کار میکنن تا نونه. همین اخیراً یکی از وزیرا، من نوشتهشو دارم بریدم از روزنامه نگرشتم، اول الان یادم نیست کی بود، گفت در ایران 30 میلیون نفر، ببینید خوب دقت کنید، 30 میلیون نفر به اندازه کافی نان برای خوردن ندارن. صحبت میوه و گوشت و تخم و مرغ نیست، به اندازه کافی نان ندارن که چیکار خودشون سوی کنن. چند نفر؟ 30 میلیون نفر، یعنی 1/3 جمعیت ایران. ما این به روز اومد. میدونین از چیزهای اسلام، اسلام باعث میشه که انسان تسلیم بشه. انسان میگه سرنوشت من اینه. وقتی میگن که خدا سرنوشت در اول تا آخر معلوم کرده، وقتی در قرآن یه برگ از درخت بیفته به امر خدا بنده، مردم باور میکنه که ما کاری نیستیم. وقتی یه چنگیز و مغول به ایران حمله کرد، شما فکر کنید چی شد؟ سلطان محمد خوارزمشاه فرار کرد، بدون جنگ فرار کرد، رفت توی یه جزیره توی دریای خزر، توی یه جزیره مخفی شد، در همون جا مرد. اصلا پسرش گفت آقای پدر ببینیم بجنگیم با چنگیز، پس من سردار سپاه بشم برم بجنگم. محمد خوارزمشاه گفت اینا یه توف بندازن، هر کنون یه توف بندازن سیل میشه ما رو میبره. ببینیم چی ترسی این میدونی، این ترسی است که اسلام باعث شد که تو آدم مهمی نیستی، تو آدم مهمی نیستی، خدا هر چیز ازتون میگیره همونه. چنگیز اومده بود گفته بود خدا من فرستاده، گفته بود شما اینقدر گناه کردید خدا من فرستاده که شما رو بکشم. یک مورخ نوشته که ما 4 نفر بودیم از راهی همین برفتیم، مغولی بر ما رسید بانگ زد، بیستی تاربم و تیغ خود را بیاورم، به خدا قسم من یک بگ ریختم و آن دیگران بماندن. یعنی وقتی مقاله میگه وایسا من برم تیغم بیارم، یارو میگه که خب عمر من به سر اومده دیگه، من تا اینجا باید زنده باشم دیگه، علیم به بعد باید بمیرم، وای میشه تا بیارم تیغ به کلش بزنم. شما فکر کنید که یک ابن نیرویسی بود توی قندهار. ببینید خوب دقت کنید، واژه افغانستان یه واژه ایست که 230-240 سال قبل اختراع شد به وسیله انگلیسی ها. افغانستانی وجود نداشت. شما نقشه های جغرافیای قدیم رو ببینید، نقشه های جغرافیای قدیم ببینید، ایران از این طرف هم مرز یونانه که بعدش هم مرز روم میشه، از این طرف هم مرز هندوستانه. یعنی ایران از شرق و غرب بین هندوستان و یونان یا بین هندوستان و روم واقع. ترکیه بعدا به وجود اومد، پاکستان افغانستان بعدا به وجود اومد. اینا هیچ کدوم نه ترکیه بود نه پاکستان افغانستان، این قبل از اسلامه که اینا نبودن. بعد تا همین تا زمان نادر از این بر میرفتی، سلطان محمود غزنوی از این بر که میرفتی حمله میکردی هندوستان بود دیگه. شما از طرف شرق که میرفتید اول کشوری که میرسید هندوستان بود. الان وقتی میریم به طرف شرق میرید اصلا هندوستان نمیبینید، باید یا پاکستان یا از هندوستان رد بشید تا به هندوستان برسید. خب یک حاکمی در قندهار بود به نام گرگین خان. گرگین خان خیلی ظلم کرد، مردم اونجا یک شخصی به نام میرویس رو فرستادن برای شاه سلطان حسین بیاد چیز کنه. ببخشید من اشتباه کردم، گرگین این میرویس رو گرفت دست بسته فرستاد برای شاه اسماعیل، گفت اینجا آدم شلوغ کنیه. میرویس حالا
دست بسته آوردنش برای اون شاه اسماعیل. شاه نادان گول حرفای اینو خورد، دستوار چه وا کرد میرویس گفت اجازه بده من مکه زیارت کنم. خب برو رفت به مکه به اون مردمان اونجا گفت من شما سنی نیستید. گفت چرا؟ گفت ما سنی هستیم، این شیعه ها اینا کافرن، برای که اینا میگن علی بزرگتر خداست، برای که اینا میگن بچه 5 ساله رفته توی سرگاه اینا هنوز زنده است و با شمشیر میاد از سوار میخواد دنیا رو درست کنیم. از اون حکمای سنی عربستان فتوا گرفت که باید شیعه ها رو و به خصوص صفویه رو بکشیم. اومد با اون فتوا رفت توی سرزمین خودش، افغان ها رو وادار کرد به جنگ. آقا شاه سلطان حسین از اصفهان اومد بیرون، البته اصفهان محاصره شده بود، ولی محاصره ای شده بود که کسی از اصفهان دفاع نکرد، فقط محاصره کردن اصفهان. آقا شاه سلطان حسین میگفت هی قول و ادا بخونید فوت کنید، هی آش میپخت آش نظری فوت میکرد دعا بهش میگفت برید اینا میرن. بالاخره دید نه اینا نمیرن، اومد بیرون تاج از سر خودش برداشت، گفت فرزندم محمود از تالا قرار بود من پادشاه بشم، از این بعد قرار تو پادشاه بشی. ببینید همون چیزی که اومد اسلام، اسلام آدمو بیکار میکنه، آدم رو مقهور سرنوشت میکنه، با آدم میگه تو اشکاره ای. خانم آقای من وقتم تموم شد، من یه چیزی میگم، بیاید یک همت بزرگ بکنیم، یک همت ملی بکنیم، بیاید تصمیم بگیریم از فردا هممون زردشتی بشیم. ببینید خانم آقای، یک سری آدم ها احتیاج به این که یک دستوراتی از آسمان برشون بیاد ندارن، مثل من. پس بنابراین اگه شما مثل منی احتیاجی به این که موسی و عیسی و محمد در تو قانون بیاره یا زردشت بیاره ندارید، شما دستورات زردشت رو به عنوان ایدئولوژی، به عنوان راهکار برای خودتون انتخاب کنید. آبادسازی، داد، دهشمندی، شادیستی، جنگ با بدی ها، جنگ با بدی ها، نه تسلیم با بدی ها. اگر شما احتیاج دارید به بچه تو میگید یه خدایی هست، یه پیغمبری هست، دوست دارید گاهی دستون رو بالا کنید بگید خدایی رو کمک کن فلان فلان کنید، خب اهورامزدا رو بذارید. اهورامزدا خدای قبلی ما ایرانی ها بوده، اهورامزدا به وسیله انسان خلق شده، همه خدا به وسیله انسان ها خلق شده، هیچ خدای خودش نمیده. ببینید چند میلیون نفر گاو میپرستن در هندوستان، چند میلیون نفر گاو میپرستن. اگه به شما بیان بگن که یه گاوی اومد گفت منو بپرستید، شما باور میکنید؟ باور نمیکنید، بلکه میگید گاو که نمیتونه حرف بزنه که. پس هیچ گاوی نمیده بگه منو بپرستید، مردم رفتن اون رو خدا انتخاب کردن. الله، یهوه، گاو، خدا، اهورامزدا، هیچ کدوم اینا نمیده بگن منو بپرستید. مردم تو ذهن خود چون اینا رو ساختن و اینا رو میپرستن. برای شما یه خدایی احتیاج دارید به دین زردوش کردید، اما بهتون بگم اسیر آخوندهای زردوشی نشید، اسیر آخوندهای هیچ دینی نشید. آخوندهای دینی بدترین چیزی هستن که وجود دارن. هم که فرصت من تموم شد بگم در این مورد بحثای بیشتری داشتم، اگر خسته نشده باشید و بفهمم که خسته نیستید علاقه مندید ادامه میدم دفعه بحث شنبه آینده. آقای پارسا صوربی بسیار سپاسگزارم ازتون، مرسی که برنامه من میذارید یوتیوب و تکرار میکنید و مقاله من میذارید اونجا تو دیوار. من یه مقاله نوشتم، همینه که گفتم، یه بخش کوچیکش رو یه مقاله کردم امروز فرستادم برای تایپ، برگرده اصلاح بشه، درست بشه، خلطگیر بشه، میدن با یه عکسی که کنارش هست. از شما خواهش میکنم بذارید توی اون فیسبوک یا هر جایی که میذارید. به هر حال از شما خانم ها آقایانی که به این برنامه توجه کردید، به من اجازه دادید بیام تو خونهاتون، سپاسگزارم. دستتون رو به گرمی میفشارم. شاد و پیروز و تندرست باشید.